سازمان حقوق بشری رواداری که در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان کار می کند، گزارشی را زیر نام وضعیت حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2023 در افغانستان منتشر کرده است. یافته های گزارش نشان می دهد که طالبان در این مدت به صورت گسترده و سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کرده اند. یافته های سازمان رواداری نشان می دهد که در این مدت 45 نظامی پیشین کشته شده، 10 تن در زندان زیر شکنجه جان باختند و 11 تن دیگر ناپدید شدند. بر اساس این گزارش، کشیدن مو، شوک برقی، نگهداری در طویله ها، خفه کردن با ریسمان و قرار دادن زندانیان در گرما و سرمایه شدید از شیوه های رایج شکنجه طالبان بوده است. یافته های رواداری نشان می دهد که اکثریت زندانیان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و در بازداشتگاه های طالبان حداقل روزانه 1 بار شکنجه شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، در حال حاضر هیچ نوع مکانیزم حقوقی که از شهروندان در برابر رفتارهای شکنجه آمیز طالبان حمایت کند وجود ندارد. این گزارش در حالی منتشر می شود که پیش از این هم سازمانهای حقوق بشری بارها گفتند که طالبان در جریان 2 ساله گذشته به صورت مداوم دست به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب خشونت آمیز فعالیت‌های اعتراضی و قتل‌های هدفمند و فراقانونی زده و زندانیان را به صورت مرگبار شکنجه کرده‌اند.